خب سلام عرض می کنم خدمت شما بچه های عزیز پایه نهم. برای اینکه ما بتونیم یه مقداری آمادگی داشته باشیم برای آزمونی که آقای قیومی بله آمادگی داشته باشیم برای آزمون آنلاینی که شما امشب خواهید داشت، 20 تا سوال رو ما از دروس مختلفتون به همین شکل تستی این دفعه، چون آزمون امشبتون تستی هست، گفتیم که به صورت تستی باشه که یه مقداری دستگرمی کار کرده باشیم. البته این رو بگم که بچه ها سطح سوالاتی که شما تو آزمون آنلاین خواهید داشت یک مقداری بالاتر از این سطح سوالاتی هستش که ما امروز کار میکنیم. لازم اکتفا نکنید به همین 20 تایی که امروز داریم کار میکنیم، حتما باید مطالعاتون رو داشته باشید تا انشالله بتونید نتیجه خوبی رو بگیرید. درخواستی که دارم این سری قبلی فقط دانش آموز هایی که ازشون اسم برده میشه میخواییم که میکروفونشون باز کنن و به سوال جواب بدن، و تا سوالی اعلام نشده که همه میتونن تو شرکت بکنن کسی تو قسمت چت چیزی ننویسه فعلا، و چت آقای جمشیدی اصلا میتونه بسته هم باشه فعلا که ما دونه دونه برسیم سوال بکنیم. اگر نهایت آخر سر سوالی کسی داشت مثلا چت باز بشه که بتونن سوالاتشون رو بپرسن. تشکرم میکنیم از اساتیدی که به ما دارن کمک میکنن و باعث میشن که ما یه مقداری حواسمون بیشتر جمع کارمون بشه، چون اینجا لیست اسامیتون نوشته شده. من باید بدونم که تا جلسات گذشته از کیا پرسیده شده. سعی میکنیم که از افراد جدیدتری ترجیحا سوال بکنیم، حالا اگر نبودن دیگه دوباره از همون سریای قبلی میتونیم که سوال رو مطرح کنیم. بعد سوالات هم به صورت اسلاید به اسلاید یعنی تکی تکی مطرح میشه و وقت دارم که همه به صورت مساوی روش فکر بکنن، ولی فقط یک نفر و اونی که میخوایم لطفاً پاسخ بده. خب بریم شروع کنیم با آقای سمین. آقای سمین صدای منو داری؟ آقای سمین صدای منو میشنوی؟ خب ظاهرن صدامونو ندارن. آقای مرتضی‌زاده؟ آقای مرتضی‌زاده صدای منو داری آقا؟ آقای مرتضی‌زاده؟ آقای نجفی؟ آقای فرزین نجفی؟ آقای نجفی صدای منو داری؟ آقای نجفی؟ خب بریم دوباره نفر بعدی. آقای شرافتی صدای منو داری؟ آقای شرافتی؟ آقای ظفری صدا ما داری؟ آقای ظفری میکروفونتون باز هست بفرمایید. سلام. سلام آقای ظفری، حالت خوبه؟ سلام، طاعت و عبادتتون قبول باشه. همینطور برای شما، زنده باشید، سلامت باشید. سری قبلی هم با شما شروع کردیم، این سری هم سه چهار تا قبل از شما رو خوندیم و عاقبت بازم رسیدیم به شما. خب بفرمایید، سوال یک رو بخونید و بی زحمت پاسخشو به ما بگید. میگه my father and his friends جای خالی تنیس every Saturday. میگه باید پلی بذاریم، پس میشه پدر من و دوستانش بازی میکنن تنیس هر شنبه، هر شنبه ها. بله، یعنی گزینه دو دو پاسخ صحیح خواهد بود. بله ممنونم، متشکرم، با ما همراه باش برای سواله بعدی. ممنونم ازت، خداحافظ.
خب میریم نفر بعد آقای کولی من صدای منو داری؟ آقای کولی من پس این چیه الان؟ سلام سلام ما خودمون رسوندیم برای یه جوری شده بود خب آقای کولی من شما ظاهرا قرار بود که انگار حضور نداشته باشی ولی بسی که توفیق دیگه خودمون رسوندیم خیلی خوب سوال دو رو برای ما میخونی؟ What's your brother's job؟ میگه شغل برادر تو چیه؟ میشه He works for a car company. او کار میکنه برای یک شرکت ماشین سازی. درسته. یعنی گزینه 4 پاسخ صحیح ما خواهد بود. ممنونم. آی مراوتی صدای منو داری؟ آی مراوتی سلام. حالت خوبه؟ خوب هستین شما مرسی تاعت بالا قبول متشکرم سلامت باشی برای شما هم همچنین خب پسرم سوال 3 رو برای ما بخون بی زحمت جوابشو به ما بگو سوال 3 It is late we should be at school before 7:30 let's خب گزینه 3 و دو که نمیشن معلومه بله. نمیخوایم که به خیریه کمک کنیم گزینه 4 هم که قطعا نیست گزینه 1 میشه بله hire a taxi باید بگیره تا سری برسید واضحه درسته بسیار خوب ممنونم ازت متشکر خب بریم سراغ نفر بعد خب میریم سراغ آقای هادی نژاد آقای هادی نژاد صدا ما داری؟ آقای هادی نژاد صدا ما داری؟ خب آی پور خلیلی صدای منو داری؟ مطمئن؟ سلام سلام حالت خوبه؟ سلامت باشید آی پور خلیلی شمایی دیگه درسته؟ بله بله خیلی خوب ممنونم زنده باشید سلام خانوادتم حتما شما پسرم سوال 4 رو برای ما میخونی؟ بابا اصلا سوال 4 میگه My father جای خالی some money to hospitals every year اصولا باید اهدا کردن باشه که گزینه 2 میشه دیگه donates some money بره. to the hospitals every year درسته ممنون ازت متشکرم سلام خدا رو برسون سلام خدا خب میریم نفر بعد آقای میرزا بیگی صدای منو داری؟ سلامت باشید حالا خوبه؟ یه خود صدات ضعیف میاد بله یه دقیقه الان خوبه ها؟ الان صدا درست شد آره آره الان خوب شد خیلی خوب میریم سوال 5 اجازه بدید به نمایش در بیاد اول و بعد بفرمایید خب سوال 5 میگه کدوم از این گزینه‌ها با بقیه فرق داره emergency بله. و envelope
امرجنسی که میشه استداری استر اس استداری میگم خب الان بده میشه مت یعنی مت استمپ هم میشه کنم استمپ برای نامه میزنن تمبر بند برای نامه میزنن اینولوپ هم میشه امرجنسی پاکت نامه میشه پاکت نامه امرجنسی با بقیه فرق داره بله متشکرم ممنون سلام برسون خب میریم نفر بعدی آقای شرافتی صدا ما داری این دفعه الو استاد صدای من میاد بله 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 سلام حال خوبه بله ممنون متشکرم شما هم همینطور زنده باشید خب بریم سوال 6 سوال 6 رو بی زحمت شما لطف کن جوابش رو به ما بگو بله جای خالی did they eat in a be in a nice place خب چون گفته پلیس یعنی باید مکان رو بپرسیم ازش پس درن بله. جای 4 میگیم where did they eat یعنی کجا غذا رو خوردن in a nice place یعنی یه مکان خوب بسیار خوب ممنون متشکرم از سلام برسون خسته نباشید سلامت باشی شما هم همینطور خب بریم نفر بعدی آقای مرتضی‌زاده صدای منو داری؟ آقای مرتضی‌زاده صدای منو داری آقا؟ آقای نجفی صدای ما داری؟ آقای نجفی آقای مرتضی‌زاده صدای ما داری؟ آقای دولت شاه آقای دولت شاه میکروفونتون بازه آقای دولت شاه بفرمایید آقای دولت شاه آقای هردامن صدا ما داری؟ های هدابند بله استاد سلام سلام حال خوبه پسرم خوبی ممنون مرسی سلامت باشی خب بریم سوال 7 رو و بخوایم که ازت که این سوال رو برای ما پاسخ بدی بفرمایید خب گفته میس بهرامیز داکتر جای خالی ایند لیباری گفته خانم دختر خانم بهرامی داخل لیباری فکر کنم گزینه یک باشه اگه شما نکنم چرا؟ ببین دید و آر که اصلا نمیتونه استفاده بشه ور هم به همین علت چون مفرد یک نفره داره میگه دختر خانوم بهرامی بنابراین پس فقط تنها یه گزینه باقی میمونه اونم گزینه یه گزینه چند شد؟ آیه هدابند؟ گزینه 3 پاسخ صحیح خواهد بود خب آقای سهرابی آقای سهرابی صدای منو داری؟ آقای سهرابی آقای سهرابی صدا ما داری؟ آی سهرابی خ
خب بریم نفرات بعدی. آی دولت شو صدای منو داری؟ آی دولت شو آی دولت شو اسمشون اینجا هست، دستشان بلند کرده. خب آی مرتضی زاده صدای ما رو داری؟ آی مرتضی زاده آی مرتضی زاده آی مرتضی زاده صدا ما داری؟ خب آی احمدی آی محمد حسین احمدی صدا ما داری آقا؟ استاد سلام، حالت خوبه؟ بله، تئاتر عبادتتون قبول. سلامت باشی، برای شما هم همینطور. جلسات گذشته غایب بودی، الان ما تازه به قول من شما رو تو لیست داریم میبینیم. نه استاد بودم، اما نمیدونستم بعد دستم ببرم بالا برای جواب سوال، به خاطر همین از این جلسه پرسیدم، از جلسه بیدید از یکی از بچه ها بهم گفت برنه که اگه بخوای سوال جواب بدی. آره چون به قول معروف امکان داره که طرف آمادگی نداشته باشه، حالا ما ترجیحمون این هستش که از اونایی که حالا حاضر هستن بتونی سوال بپرسیم. دیگه من فکر کردم شما رندوم میخواید سوال بپرسید. بعد نه من نگاه میکنم ببینم کیا حاضر هستن سوال و جواب بدن، اول از اونا، بعد یه سری که تموم شد دیگه اگر کسی احنان دستش بالا نبود دیگه میریم سراغ کسایی که دستشون هم بالا نکردن و اگر پاسخ ندن به هر حال اینجا به عنوان یه نمره منفی براشون لحاظ خواهد شد. الان اینایی که مثلا من پیجشون کردم جواب ندادن، فعلا یه منفی براشون گذاشتیم، حالا اگر بتونیم دوباره کانکت بشیم و یه پاسخی بتونن به یه سوال بدن که حالا تبدیلش میکنیم به مثبت. خب آقای احمدی، خب این سوال هفته که خوندیم، هفت که تکراریه، میریم سوال هشتم. سوال هشتم رو بفرمایید، بخونید سوالو. آیا احمدی سوال رو بخونید. سوال نه میگه میلاد جای خالی some books here yesterday where are they now. میگه میلاد جوابش میشه گزینه چهار there were some books here yesterday. این به خاطر اینکه اول به خاطر اینکه اس اومده books جمعه و دوم اینکه گفته yesterday، بس باید ما از گذشته استفاده کنیم و اینکه there are رو نمیتونیم استفاده کنیم. there was هم که برای مفرد، there is هم که حال مفرده، بس باید there are گذشته جمع استفاده کنیم. there were بله ممنون، متشکرم، سلام برسون. خواهش من سلام تو باشید، خداحافظ. خب بریم آقای لک. آقای لک حاضری؟ آقای شهریار لک الو استاد سلام، حالت خوبه؟ خیلی ممنون دوستوی. چه خبر آقای لک، خوبی؟ ممنون. خب سوال سری قبلی فکر کنم ازت نپرسیدم، درسته؟ نه پرسید، بعد من اشتباهی اینو بلاک کرده بودم این وایسو، بعد نمیستم شوری الو کنم، هیچ نمیستم درستش کنم. برای خب. بچه ها پرسیدم میگم اسمت یادداشت نشده سری های قبلی، بنابراین الان حالا این شانس رو داری که به قول معروف
بریم سوال بعدی رو که سوال نهم ما خواهد بود رو از شما انشالله بپرسیم، انشالله که بتونی درستم جواب بدی. میشه گزینه 4 دیگه، please help her. بله تو... یه توضیح مختصر میتونی بدی؟ خب ما بعد الان اشیه که نمیتونیم استفاده کنیم چون برای ضمیر رو نمیخوایم، فاعل رو نمیخوایم. اینجا چون بله. مفعول رو میخوایم بعد از هر استفاده کنیم. بعد جمله هم نوشته شی، پس ربطی به می و هیم نداره. بله متشکرم ازت، ممنون، سلام برسون. حتما. خب آقای من اسامیتونم نگاه کنم ببینیم از کی هنوز چیزی نپرسیدیم ازش. آقای شوشتری صدای منو داری؟ آقای شوشتری؟ آقای شوشتری صدامو داری؟ بله استاد سلام. سلام، حالت خوبه؟ بله آقا، عباداتتون قبول. سلامت باشید، از شما هم همینطور. سری قبلی فکر کنم اسمت رو من ننوشتم، ازت نپرسیدیم ظاهرا. بله استاد. خب حالا توفیق اجباری شده که سوال 10 ما رو شما بتونید جواب بدید، بفرمایید. My cousin all of us to her birthday party. بله یعنی My cousin invited all of us to her birthday party. گزینه 4. بله به چه معنا کلا؟ یعنی پسر عمو یا پسر دایی من دعوت کرد همه ما رو به جشن تولدش. بله کاملا درسته، ممنون، متشکرم، خداحافظ. خداحافظ، خسته نباشید. سلامت باشی، شما هم همینطور. خب آقای آقای رحیمی، آقای مهراد رحیمی، آقای رحیمی صدای منو داری؟ آقای رحیمی سلام. آقای رحیمی سلام، حالت خوبه؟ مرسی، شما خوبه؟ ممنون، متشکرم. خب سوال 11 ما رو پسرم جواب بده ببینیم که چیکار میکنی؟ These shoes are not suitable for walking. They hurt me. یعنی منو آزار میدنی. بله آفرین. جمله بالا چه معنی داره؟ یعنی کفشا راحت نیستن، یعنی مناسب راه رفتن نیستن، پای منو درد میارن. آفرین آفرین، کاملا درسته، ممنون، متشکرم از ادای رحیمی. خداحافظ. خیلی بریم سراغ نفرات بعدی. آقای سالمی صدای منو میشنوی؟ آقای سالمی صدای منو داری؟ میکروفونتون باز هست. آقای سالمی ازش از استثنان از ایشون به چهر سوال باش باش. آقای سالمی الان صدا ما داری؟ آقای سالمی خب آقای مرتضی‌زاده یه لحظه خط رو آقای استاد جعفری باز کنیم. آقای قیومی، استاد قیومی،
زنده باشید. این یه لحظه این چت رو باز کنید، میکروفون آقای مرتضی‌زاده ظاهرا مشکل داره، من یه سوال بتونم ازشون بپرسم. خب ممنونم، متشکرم. فقط آقای مرتضی‌زاده به سوال 12 جواب بدن، بقیه لطف کنن که هیچ کس چیزی ننویسه. فقط آقای مرتضی‌زاده. آقای مرتضی‌زاده میتونی تایپ کنی الان؟ یه بله بزن. خیلی خوب، سوال 12 فقط برای آقای مرتضی‌زاده است، لطفاً کسی دیگه ای جواب نده. پاسخ صحیح رو آقای مرتضی‌زاده برای ما بنویس. چه سوالی هم بهت افتاد. بقیه لطفاً چیزی ننویسن. آقای مرتضی‌زاده بله بله درسته، بله کاملاً درسته. خب جواب پسرم درسته، شما مثبتت رو میگیری. فقط من با توجه به اینکه سوال یه مقداری مهمی هستش، لطفاً چت رو ببندید الان. آقای قیومی لطفاً چت رو ببندید، متشکرم. خب چون سوال یه مقداری سوال مهمی هست، میخوایم که یه مقداری بیشتر روش کار بکنیم. جواب که خب مشخص شد که کدوم گزینه است. من میخوام که آقای سالمی اگر صدای منو میشنوه. آقای سالمی صدا ما داری؟ سلام. سلام، حالت خوبه؟ بله. آقای سالمی غیبت داری یا جلسات گذشته آمارتو داری؟ ما اینجا ما اسم می نویسیم، همه چی مشخصه ها، حضور نداشتی. الان امروز من تازه به قول معروف چشمون به جمال اسمت روشن شد به قول معروف. خب ببین جواب که الان مشخصه، ما از شما می خواهیم که متن سوال رو بخونی و ترجمه کنی الان برامون. جواب که خب یکه. الان یه لحظه صبر کنید من سوال رو بگم. میگه جملات سمت چپ و راست رو با هم دیگه متصل کنید، ببینید کدومشون با هم دیگه همخونی دارن. بله، اینجا wounds و injuries یعنی چی تو خود سوال، متن سوال؟ یعنی زخم و آسیب. خب حالا برای ما الان جور که شده شما فقط ترجمهش رو زحمت بکش. همه جملاتو؟ بله، به ترتیب دیگه، به ترتیبی که جوابش شده. ببین جواب که شده گزینه یک، خب شما به ترتیب اینا رو جورش کن با ترجمه. یعنی اول گزینه سی رو بخونم؟ نه، اول سمت چپ رو A رو بگو. A مثلا شده سی دیگه، بعد مثلا B شده A. اینجوری با هم دیگه جفتش کن، ترجمه کن برای من. A سمت چپ میگه he cut his finger، انگوشش رو بریده، و سی سمت راست میگه it's still bleeding، یعنی همچنان داره خونریزی میکنه. درسته. بعد سمت چپ میگه he broke his leg، یعنی پاشو شکسته، و A سمت راست میگه he won't be able to walk for 6 months، یعنی نمیتونه راه بره، براش قابل راه رفتن نیستش برای 6 ماه. بله. بعد سی سمت چپ میگه he hit head on the door، یعنی سرش به در با در ضربه خورده، و دی سمت
راست میگه he's got a big brown it، یعنی یه قرمزی برمدگی بزرگ رو سرش داره. بله. و دی سمت چپ میگه he burned his hand، یعنی دستشو سوزونده. و دی سمت راست میگه it's very painful، یعنی خیلی دردناکه. خیلی خوب، کاملا درست بود، ترجمات هم خوب بود، ممنونم ازت. سلام برسون. حتما. خب میریم سراغ نفر بعد. آقای هادی نژاد اگر صدای من رو داری جواب بده. آقای هادی نژاد، آقای ایلیا هادی نژاد، میکروفونت هم ظاهرا باز هست، صدا رو داری؟ خب ما دیگه 3-4 دفعه هم صدات کردیم دیگه، هم این جلسه هم جلسات قبل. خب صدات هم که کردیم دیگه، دوباره میکروفون تو حالا یا مشکل داره یا حالا هر مسئله دیگه ای هست فعلا نمیتونی جواب بدی. خب بریم سراغ آقای عاقلی، آقا سجاد عاقلی. سلام، صدا ما داری؟ آقای عاقلی، میکروفونتون باز هست، بفرمایید. آقای عاقلی صدا ما داری؟ خب بریم سراغ نفر بعد. خب دیگه آقایونی که دستاشون رو بلند نکردن ببینیم ازشون یه سوالاتی بپرسیم. آی گماری صدای منو میشنوی؟ آی گماری تو لیست داره دارم میبینم. آی تاج میری صدای منو داری؟ آی تاج میری؟ خب این دوستانی که صداشون میکنیم حتما پاسخ بدن اگر چنانچه براشون مقدور هستا، بعد دیگه گلگی نکنن بگن آقا نمیدونم چرا اینجوری شد. خب آقای علیزاده، آقای علیزاده صدای منو داری؟ آقای علیزاده آقا صدا میاد؟ خب آقای تجمیری شمایی؟ آقای تاجمیری استاد صداتون واضح نمیاد. آقا من اینترنتم کن شد، یه لحظه من برم اینترنت رو درست کنم بیام. بله آقا من اینترنت رو برو به کار دست برست که ما بریم سراغ نفرات دیگه. آقای آجولو سنه منو داری؟ بله بله من صدای شما رو دارم. سلام، حالت خوبه؟ چقدر شما نهما مشکل دارید برای کانکت شدن، ما با هشتما خیلی راحت کانکت میشیم، چیکار میکنید شما؟ سیستماتون مشکل داری یا خودتون مشکل دارید؟ اینترنت فکر کنم خودتون احتمالا مشکل دارید. ما با هشتما سریع کانکت میشیم، جواب میدن خیلی راحت، 20 سوال رو همه رو پرسیدیم ازشون رو به قول معروف مثبت منفیاشون هم گرفتن تموم شد رفت. چقدر شما گیر دارید، همتون بیشترتون همش یا میکروفونتون خرابه یا نمیدونم مشکل دارید یا مصلحتی مثلا یه دفعه مشکل براتون به وجود میاد. خب آقای خیلی خوب، بسیار خوب، میریم سوال 13 رو شما برای ما پاسخ بدید بی زحمت. My mom baked some
cookies she put them on the table. گزینه یک میشه. خب آقای آجرلو یه لحظه من این اسمت رو خیلی خوب یه بار دیگه پسرم میگی My mom baked some cookies She put them on the table گزینه یعنی یک. گزینه یک. بله صحیحه چرا این put چون گذشته دست نگرفته چون گذشته است گذشته اس نمیگیره گذشته بله. تمام بود میشه درسته دم هم بسیار خوب بله درسته کامل متشکرم سلام برسون همچنین خدا خب آقای عسکری صدای منو داری؟ آقای عسکری صدا میاد؟ بله بله من صدای شما رو دارم خوبی؟ حالت خوبه؟ ممنون مرسی خب پسرم سوال 14 رو برای ما پاسخ بده I drove too fast and hit a big tree in the street بله میگه من خیلی سریع رانندگی کردم و برخورد کردم با یک درخت بزرگ در خیابان بله کاملا درسته گزینه سه پاسخ درست هست ممنون متشکرم سلام برسون خب بریم سراغ نفر بعدی آقای ترجیحمون بچه ها این هستش که حالا اگر ببینیم تکراری هست اون آقایینی که دستشون رو بلند کردن ازشون سوال شده دیگه باید بریم سراغ نفرات دیگه آیه شفاهی صدای منو داری؟ آیه شفاهی آیه شفاهی صدای منو داری؟ آیه رد دادی صدای منو داری؟ من صدا رو دارم سلام استاد سلام آیه رد دادی شمایی؟ من شفاهی هستم آیه شفاهی من اینجا یادداشت چون باید بکنم اسامیتون رو یه وقت اشتباه یادداشت نکنم چه خبر حالت خوبه؟ صدا اومد الان؟ سلام تی رهبر خیلی ممنون مرسی سلامت باشید خب میریم سوال 15 خب سوال 15 رو برای ما جواب بده آی شفاهی گزینه 4 ترجمه بکن برای ما الو صدا میاد بله صداتونو دارم منتظر ترجمتون هستم آقای شفاهی چت رو بی زحمت باز کنید ترجمه رو بنویس آقای شفاهی بله بله استاد من همش قطع میشم منتظر ترجمه رو من گفتم چت یه بار دیگه میگم میگه میگه من در مورد کاری که دارم میکنم باید مراقب باشم گزینه 4 بله بله متشکرم ممنون سلام برسون خداحافظ خب میریم سراغ نفر بعد آقای
آقلی؟ آیا رددادی صدای منو داری؟ آیا رددادی؟ آیا رددادی صدای ما داری؟ الو صدای من میاد؟ بله بله سلام، حالت خوبه؟ ممنون، خوبی؟ ممنون، متشکرم. آیا رددادی؟ نپرسیدی مینگار تا حالا ازت، درسته؟ بله. نبودی فکر کنم، غایب بودی اینگارا سریای قبلی. بله. خب سوال نبودم حالا به هر حال اسمت یادداشت نشده اینجا، حالا اشکال نداره، حالا فعلا شما سواله کلاس قبلی بودم. خب حتما ازت نپرسیدم چون اسمتو یادداشت نکردم جزء لیستم. خب سوال 16 رو برای ما بخون جواب بده. We have some جای خالی living in Australia. What about you? میشه relatives. بله ترجمه چی میشه اون وقت؟ میشه ما در استرالیا یک سری فامیل داریم، آشنا داریم که اونجا زندگی میکنن. شما چطور؟ بله درسته، ممنون، متشکر، سلام برسون. چشمت بخیر. خدا. آقای سهرابی صدای منو داری آقا؟ آقای سهرابی صدای من میاد؟ بله بله من صدای شما رو دارم. صدای من میشنوی کامل؟ بله بله. سلام. سلام، حالت خوبه؟ خب مرسی، ممنون، سلام. سهرابی من اسم شما رو اول یادداشت کنم تا سال 17 مال شما خواهد بفرمایید. میشه گزینه دو میگه هست 30 تا بچه در کلاس زبان ما. بله متشکرم، ممنون، خداحافظ، سلام برسون. خداحافظ. خب نفر بعد آیا هادی نژاد، ما ببینیم بالاخره موفق میشیم با شما بعد چند جلسه صحبت کنیم یا نه. میکروفونت هم باز ظاهرا. آی ایلیا خان هادی نژاد دوباره رفتی تو آمپاس که اینگار. آی قادری صدای منو داری؟ آی قادری؟ آی قادری صدای منو نداری؟ ببینم ازشون، شاید دوبار دوبار نپرسیده باشیم ازشون. خب آی علیزاده صدای منو داری؟ آیا علیزاده آره باز کنید براشون. لطفا سوال بعدی رو فقط آیا علیزاده پا بده، فقط آیا علیزاده، بقیه لطفا جواب ندن، لطفا چتم نکنید. الان چیزی ننویسید که من گم نکنم پاسخی که آیه علیزاده میخواد به سوال بده رو. خب آیه علیزاده بفرمایید، فقط آیه علیزاده، بقیه لطفا چیزی ننویسن. خب یه ترجمه هم بکنید آقای علیزاده جمله رو، فقط آقای علیزاده. خب
خب ما کیک میپزیم بروزه میکنم برسم و در روز شامونه. بله درسته، متشکرم. خب لطفاً چت رو ببندید. سمین پرسیدیم ازش، پرسش شده ازش. خواهش میکنم. خب آقای قادری سلام. سلام آقای قادری، شما ای؟ عاقلی هستم. عاقلی، سجاد عاقلی، درسته؟ خیلی خوب. پسرم سوال 19 برای شماست، بفرمایید. This is my brother's wife. جای خالی name is Rita. میشه her. میگه این زن برادرم هست، نام او ریتاه. بله متشکرم، ممنون، سلام برسون. چشم، خداحافظ. خب و در نهایت سوال آخر، ببینیم نصیب کی میشه. آقا این هادی نژاد میگه که من دو سه دفعه خواستم باز بکنم میکروفون رو، مشکل ایجاد شد و اینه. میگه میکروفون رو من شما احیانا نبستید. خب من هم بیارم باز کردم، این خودش که مشکل داره. ده دفعه من زدم، الان باز میکروفونش. آیه هادی نژاد میکروفونتون باز هست از سمت ما. ده دفعه بس کردم. آیه هادی نژاد صدا ما داری؟ من خودم دارم میزنم. استاد بگید بهش. آیه هادی نژاد میکروفونتون بازه ها؟ صدا ما نداری؟ خب بریم نفر بعد که آقای خدایی صدای منو داری؟ آقای خدایی آقای خدایی صدای منو میشنوی؟ آقای خدایی میکروفونت بازه. صدای من میاد استاد؟ بله بله، حالت خوبه؟ چطوری؟ خوبی؟ مرسی ممنون، تات قبول، مرسی ممنون. سلامت باشی، برای شما هم همینطور. خب دیگه قرعه به نام شما افتاد که سوال آخرمون رو از شما بپرسیم. بفرمایید سوال بیستم رو پاسخ بدید. My uncle's son جای خالی playing chess with his friends. جواب میشه my uncle's son does isn't جواب میشه گزینه فکر میکنم گزینه 4. بله چرا؟ میگه که دختر نه ببخشید میگه که یکی عمو یا دای من پسرش بازی نمیکنه شطرنج با دوستاش. در حال بازی، این جمله شون زمان حال استمراری هست. بله پلیینگ وقتی اومده قبلش حتما باید یکی از افعال تو بی استفاده بشه، بنابراین بین گزینه 1 و 4 میمونه که چون مفردم هست بنابراین بله گزینه 4 درست خواهد بود. خیلی ممنون، متشکرم ازت، سلام بهت. خواهش میکنم، مرسی، ممنون. بچه ها وقتمون تقریبا تموم هست، من فقط یه نکته پایانی رو بگم. سوالاتی که ما خواهیم داشت به همون ترتیبی هستش که گفته شد، یعنی 30% از بخش 3 درس اولتون و 70% سوالاتتون از 3 درس آخر خواهد بود، یعنی درس 4 و 5 و 6.
و سطح سختیش هم الان تقریبا یه سطح متوسطی رو باهاتون کار کردیم، حتما لازم هستش که مرور کنید، خیال نکنید مثلا تقریبا در یه همچین سطحی هستش که الان ما با هم کار کردیم. البته سعی کردیم که توی همین سوالاتی که الان با هم داریم کار میکنیم یه مقداری باز سوال سخت بگنجونیم، ولی حتما لازمش این هستش که مرور رو داشته باشید که یه وقت غافلگیر نشید، یه دفعی با یه سطح سوالات سختی مواجه بشید. هرچند اینقدر ما کار کردیم تو طول این سال تحصیلی و اینقدر در قالب اون تکلیف‌های هفتگی که بهتون داده میشد کار شده که انشالله نگرانی نداریم، ولی منظورم این هستش که خیلی ساده انگارانه در نظرش نگیرید این سوالات رو انشالله، و این رو هم حواستون باشه. طبق معمول که از ابتدای سال هم همین کارو کردیم، 40 تا سوال شما خواهید داشت، از ساعت 10 تا 11 امشب هم فقط فرصت خواهد بود، چینش سوالاتتون متفاوت خواهد بود، بنابراین به فکر این نباشید که حالا با همدیگه یه چکی داشته باشید و اینها، وقتتون از بین میره و امکان این که غلط جواب بدید زیاد خواهد بود، بنابراین هر کدومتون انشالله کار خودتون انجام بدید و حتما این رو هم در نظر دوباره داشته باشید که از 20 نمره یعنی تبدیل میشه به 20 هر امتیازی که کسب بکنید، هر نمره‌ای که بیارید، و به عنوان یکی از مهمترین نمرات مستمر ترم دومتون حتما لحاظ خواهد شد. من دیگه صحبت خاصی ندارم، انشالله موفق باشید، خداحافظ شما.